تمام این قسمت های سریال هم پایان ویدیو براتون میاد، هم پایین همین ویدیو تو قسمت توضیحات من براتون لینکش رو قرار دادم. در ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. این قسمت از جایی شروع میشه که با توضیح مختصر تاثیر بارون بر زندگی مردم رو شرح میده. بعد از اون یه جیپ نظامی رو میبینیم که با سرعت زیاد داره میره. داخل این جیپ کل گروه هستن که غریبه هم به دنبالشونن. پاتریک راننده موفق میشه که یکیشون رو عقب بذاره، ولی ماشینای بیشتری از جنگل ظاهر میشن. کمی بعد اونا به مرز میرسن و فکر میکنن که در امانن، اما گروهی مثلث غریبه ها دیده میشن که در انتظارشون هستن. وقتی که میرسن اونا به سراغشون میرن و دست گیرشون میکنن. بعد فردریک با افسری به اسم کیرا به اونجا میرسه که سعی داره جلوی فردریک رو بگیره تا پیش سیمون و رزمس نره، ولی با این حال فردریک بهشون نزدیک میشه. سیمون ازش عصبانی و بهش اتهام میزنه که اون بارون رو ویروسی کرد و خواسته که رزمس رو بکشه. فردریک آرومش میکنه و بهش برگه میده که درش مختصات جاییه که احتمالاً میتونن جواب پیدا کنن تا رزمس رو از این ویروس نجات بدن. چون فردریک از دستور استن رئیس آپولون سرپیچی کرده، کیرا با ضرب گلوله همونجا میکشدش. رزمس با دیدن این صحنه عصبی میشه و رنگ بدنش تغییر میکنه. از این رو پلیسی که رزمس رو نگه داشته آلوده شده و باعث حواس پرتی بقیه میشه. گروه از این فرصت استفاده میکنن تا با نگهبانان درگیر بشن و سلاحاشون رو بدزدن. پاتریک چرخ ماشینای اونا رو با چاقو سوراخ میکنه تا نتونن که دنبالشون بیافتن. در نهایت گروه فرار میکنن و کیرا به سمتشون تیراندازی میکنه، ولی بی‌نتیجه است. جلوتر مارتین به گروه میگه که از ماشین پیاده بشن و ما بقیه راه رو پیاده برن. خودش هم بعدش از ماشین در حال حرکت بیرون میپره تا باعث بشه که اونا به اشتباه به تعقیبشون بپردازن. گروه در جنگل مسیرشون رو ادامه میدن تا به یک کمپ نظامی متروکه میرسن. اونا برای پیدا کردن سلاح اونجا رو میگردن. توی یکی از اتاقها سیمون به رزمس میگه که بعد اونا با هم دیگه باشن. رزمس میگه که نمیخواد باعث مرگ کس دیگه بشه و اون میخواد که بمیره. سیمون عصبانی به رزمس میگه که خفه بشه و به جاش به خودش ایمان داشته باشه و بهش اطمینان میده که به زودی کمک پیدا میکنن. گروه تصمیم میگیرن که به سمت مقصدشون یعنی راسکیلد حرکت کنن. با توجه به مختصاتی که فردریک داده اونا پیش میرن و بعد از سفر طولانی با رهبری مارتین بالاخره موفق میشن که به اونجا برسن. جیم وقتی که برای دستشویی وای میسه متوجه چیز عجیبی میشه و بقیه رو صدا میزنه. یه درخت بزرگ به ویروس آلوده شده و گروه تصمیم میگیرن که از اونجا برن، ولی رزمس به درخت جذب شده و میخواد که لمسش کنه، ولی سیمون به موقع میرسه و جلو رو میگیره. گروه به شهری میرسن و گروهی از دانشمندا رو پیدا میکنن که سعی دارن درختی آلوده رو از بین ببرن. یه خانم دانشمند فای میگه که اون کسی نیست که دنبالشن و ازشون میخواد که برن. بعد از اون یه آقای دانشمند اندرس درخت رو آتیش میزنه. ناگهان رزمس دردش میگیره و روی زمین میفته. بعد بقیه میخواد که اون آتیش رو خاموش کنن. توی صحنه بعدی دانشمندان با گروه حرف میزنن و رزمس رو میشناسن. سیمون از پدرش میگه و دانشمندا با شنیدنش تصمیم میگیرن که اونا رو به پایگاهشون ببرن. اونا موقع ورود به پایگاه اسکن میشن. موقع اسکن یه دانشمند دیگه به اسم جیکوب متوجه میشه که رزمس آلوده است و میخواد اون رو به پیشش ببره توی آزمایشگاه. وقتی که بقیه استراحت میکنن سیمون با فای به آزمایشگاه میره و جیکوب از رزمس نمونه خون و آزمایش میگیره. از اون طرف اندرس به مارتین دور اطراف رو نشون میده و میگه وقتی فهمیدن آپولون باعث مرگ آدما میشه اونا اونجا رو ترک کردن. بعد بهش میگه که اینجا مکان امنی هستش چون که جستجویی توش انجام نمیشه. جیکوب بعد از آزمایش میگه که میتونه ویروس رو از بدن رزمس بیرون بکشه و اونا خوشحال میشن. ولی جیکوب پیش فای میگه که قرار بافت برداری نخایی انجام بده که این یه عمل خیلی خطرناکه. فای مخالفت میکنه ولی جیکوب میگه که اونا دیگه گزینه دیگه ای ندارن. از اون طرف لیو جین دارن با هم دیگه حرف میزنن و لی به جین میگه که اگر که اون میخواد که دوست پسرش باشه باید حواسش بهش باشه و ازش مراقبت کنه. توی آزمایشگاه همه دارن برای عمل رزمس آماده میشن. جیکوب میگه که قرار نمونه از ویروس اصلی رو از بدن رزمس بگیرن و مطالعهش کنن تا یه درمانی براش پیدا کنن. بعدش سیمون پیش مارتین میره و همه چیز دست به دست هم میده تا اونا بالاخره یه رابطه جنسی رو شروع کنن. در آزمایشگاه عمل روی رزمس انجام میشه. اون حال خوشی نداره و از جیکوب میخواد که بس کنه، ولی اون ادامه میده. جیکوب متعجب میشه وقتی که میفهمه که هیچ خونی توی ستون مهرهای رزمس نیست و به جای خون کل ستون مهرهاش پر از ویروسه. رزمس از شدت فشار و ناخوش بودن میلرزه و ویروس سیاه توی کل فضای آزمایشگاه پخش میشه. سر همین تمام دانشمندای داخل اتاق میمیرن. سارا خواهر جیکوب شاهد ماجراست و فوراً به اتاقش میره. با شنیدن صدای آژیر
سیمون سراغ رزمس میره و میبینه که همه مردن و برادرش روی تخت عمل دراز کشیده. اون سعی میکنه با برادرش ارتباط برقرار کنه ولی اون تکون نمیخوره. سیمون فکر میکنه که اون مرده و میخواد که وارد بشه، ولی رزمس بالاخره بلند میشه. اون خودش رو به خاطر مرگ بقیه مقصر میدونه و سیمون سعی میکنه که دلداریش بده. وقتی مارتین و بقیه به اونجا میرسن، سیمون به همه دروغ میگه که نمونه ویروس از دست دانشمندا زمین افتاده و همگی به خاطر این موضوع مردن. توی صحنه بعد اونها مشغول دفن کردن مرده ها هستن. بایک انگار با جیکوب در رابطه بوده، از مرگ اون و بقیه خیلی غمگینه. سیمون ازش درباره درمان میپرسه و فای عصبی میگه که اون به صورت تنها نمیتونه درمانی برای این موضوع پیدا بکنه. سیمون میگه که اگر که لپتاپ پدرش رو داشته باشن چی؟ فای موافقت میکنه و میگه که اطلاعات اون تنها امیدشون هستش. سیمون و مارتین قصد رفتن میکنن. مارتین از پاتریک میخواد که مراقب بقیه باشه. سارا سر قبر برادرش میره و یاد گذشته میفته. توی این گذشته سارا بر تخت بیمارستان افتاده و گفته میشه که اون بیماری مزمنی داره و به خاطر سیستم ایمنی ضعیف باید همیشه توی محل استریل باقی بمونه. جیکوب خواهرش رو دلداری میده و بهش میگه که مراقبش هستش. برمیگردیم به زمان حال. سارا به رزمس اتهام میزنه که باعث مرگ همه شده، که این باعث گیج شدن رزمس میشه. از اون طرف مارتین و سیمون مسیرشون رو به سمت خونه بچگی سیمون ادامه میدن. وقتی توقف میکنن تا قمقمه‌شون رو پر کنن، خانمی به اسم جوهانس به سمتشون اسلحه میگیره. ولی قبل از اینکه اوضاع خطرناک بشه، شوهر جوهان کلاوز میاد و آرومش میکنه. توی پایگاه پاتریک نقش ارشد بقیه رو ایفا میکنه و یه لوله فلزی دستشه. اون متوجه میشه که نیاز به تفنگ داره و وقتی که دنبالش میگرده یک در مخفی پیدا میکنه. بعد از اون وارد اتاق میشه که تابلوی خطر به روی درش هستش و سلاحی پیدا میکنه که شبیه به یک تفنگ بزرگه. اون تفنگ رو به فای نشون میده و وقتی زامن رو میکشه، موجی شلیک میشه که باعث میشه که برق تمام اون سالن قطع بشه. به جای دیگه کلاوز و جوهان از مارتین و سیمون پذیرایی میکنن. اونا همچنین اشاره میکنن که غریبه ها بهشون چند بار سر زدن و به دنبال پسری بودن که میتونه درمان رو پیدا کنه، ولی مارتین و سیمون خودشون رو به اون راه میزنن. اونا نوشیدنی میخورن و حتی بهشون آذوقه راه میدن. بعدتر سیمون و مارتین توی اتاق خوابیدن که سیمون برای نوشیدن آب به آشپزخونه میره. متوجه میشه که اون زوج دارن بحث میکنن تا به غریبه ها لوشون بدن و یا خیر. سیمون میترسه و میره و مارتین رو بیدار میکنه. اون به آشپزخونه برمیگرده اما با جوهان مواجه میشه. قبل از جوهان اون موفق میشه که تفنگ رو برداره و به سمتش بگیره. کلاوز میاد و ازش میخواد که آروم باشه، ولی کلاوز هم یه تفنگ پشتش قائم کرده. وقتی کلاوز نزدیکتر میشه، سیمون اتفاقی جوهان رو میکشه. کلاوز میخواد به سیمون شلیک کنه که مارتین به موقع بهش حمله میکنه. بعد از این مارتین و سیمون از اونجا فرار میکنن. توی صحنه بعد فای جویای احوال سارا میشه و بعد از اون ما با یک فلش بک به گذشته میریم که سارا و خانواده‌اش میخوان بعد از حادثه بارش از شهر خارج بشن. والدینش تست سلامت رو با موفقیت پشت سر میذارن، در حالی که سارا تایید نمیشه و باید همونجا بمونه. والدینشون رو ترک میکنن و میرن، ولی جیکوب خواهرش رو ول نمیکنه و پیشش میمونه. برمیگردیم به زمان حال. سیمون و مارتین به مقصد میرسن، اما متوجه میشن گروهی از اونجا نگهبانی میکنن. مارتین میگه که حواسشون رو پرت میکنه تا سیمون از در پشتی وارد بشه. نقش عملی میشه و سیمون به دنبال لپتاپ پدرشه. خوشبختانه سیمون لپتاپ رو پیدا میکنه، ولی متاسفانه مارتین گیر غریبه ها میفته. همزمان کیرا رو میبینیم که با اسنایپر سیمون رو هدف گرفته. اون میخواد بزندش ولی یاد چیزی از طرف مادرش میفته و این کار رو نمیکنه. از طرفی مارتین بطریش رو در میاره که از نوشیدنی الکلی پر شده. اون از غریبه ها تقاضای سیگار میکنه و وقتی که یکیشون سعی داره سیگار رو براش روشن کنه، اون الکل رو روش میریزه و باعث آتش گرفتنش میشه. مارتین با این کار از دست اونا فرار میکنه و به سیمون میرسه. غریبه ها میخوان که مارتین رو پیدا کنن، ولی کیرا میخواد که این کار رو انجام ندن. تو ادامه اونا به پایگاه برمیگردن. همینطور که سیمون لپتاپ رو زیر رو میکنه، پاتریک هم در زیر زمین وسیله پیدا میکنه و باهاش ور میره. سارا با چاقویی به سراغ رزمس میره و ازش میخواد که مثل برادرش اون رو هم بکشه. رزمس ترسیده و ازش میخواد که بره و احساس عجیبی بهش دست داده. سارا بهش گیر میده و نزدیک میشه و رزمس دوباره اون ویروس سیاه رو ساطع میکنه. سارا عقب میره و سری در رو میبنده. از اون طرف سیمون در لپتاپ پدرش ریشه ویروس رو پیدا میکنه. همگی به خاطرش هیجان دارن و با غافلگیری نشون داده میشه که از طریق دوربین لپتاپ استن و تیمش نظاره‌گر اونها هستن.